گوش بدین، نمیگه اشکال آسمانی با اشکال زمینی فرق دارن، نمیگه حمید وقتی وارد بهش بشه یه قیافه دیگه بهش داده میشه، نه همین قیافه، مگر اینکه خودم ازش ناراضی باشم یا از دید دیگران کامل نباشه. اون وقت تغییرات جراحی‌های لازم بدون درد، بدون اینکه تو بیمارستان احتیاج داشته باشه، رو اون جسم داده میشه، بعد بر شما قرار میگیره، جسم کامل بهت داده میشه. خانوما چشای آنچنانی میخوان، رنگی میخوان، یکی قهوه‌ای میخواد، یکی مشکی میخواد، یکی آبی میخواد، یکی سبز میخواد، یکی عسلی میخواد، بهت داده میشه. یکی دماغش کوچیکی میخواد بزرگ بشه، یکی دماغش بزرگی میخواد کوچیک بشه، بهت داده میشه. یکی دماغش گوشتی قلمی میخواد، یکی قلمی گوشتی میخواد، بهت داده میشه. یکی تامی تاک میخواد، برات انجام میشه، قبل از این که اون جسم بر روح تو قرار بگیره. کامل خواهی بود. و جالب اینجاست، اگر هزاریم اون جسم تو کامل شده باشه به حدی که همسایت ممکنه رو کره زمین نشناستت، در بهشت همه از هم باخبرن و همدیگر میشناسن و افکار با هم صحبت میکنه نه زبان. هیچ کس نمیتونه دروغ بگه حتی اگر بخواد، در بهش دروغ نیست، ولی اگر طرف بخواد دروغ بگه همه میتونن فکرشو بخونن، ذهنشو ببینن، بشنون. بقیه آیه رو گوش بده. اجسام آسمانی با اجسام زمینی فرق دارن و زیبایی های آنها هم متفاوت است، همونطوری که رو کره زمین متفاوت. زیبایی خورشید برای مثال یک جور است و زیبایی ما و ستارگان نفی دیگر، و حتی در میان ستارگان زیبایی های گوناگون وجود دارد. زنده شدن مردگان همین طور خواهد بود. آنچه به خاک سپرده می شود فانی است، آنچه بر می خیزد فنا ناپذیر است، آنچه به خاک می رود ذلیل و خوار است، آنچه بر می خیزد پر جلال است. در ضعف و ناتوانی کاشته می شود، ولی در قدرت سبز می شود، بلند می شود. بدن جسمانی، این جسم ما، این هرچی که شما خیلی از خودتون خوشتون میاد، بدن جسمانی به خاک سپرده می شود و بدن روحانی بر می خیزد تا به بهشت برسه، بدن جدیدش رو دریافت بکنه. بعضی ها گمان میکنن که روح وقتی از جسم جدا میشه و میره به بهشت، دیگه همینطوری روح فقط روح، هیچ جسمی نداره و هیچ به هیچی نمیتونه دست بزنه. نه، اونجا به جای خونه صاحب قصر خواهی بود. و گمان نکنین برای شما قصری وجود نداره یا زمین تموم میشه، بهشت بی انتهاست. عیسی مسیح گفت در جایی که پدر آسمانی هست خانه های بسیار وجود دارد، برای همه منزل هست، در بهشت کمبودی نیست، هیچ کمبودی نیست، هیچ کمبودی نیست، نه کمبود زیبایی، نه کمبود قصر، نه کمبود لذت. گوش بده، اگر خدایی که ما انسانهای فانی رو آفرید، ما انسانهایی که جسممون فانیه، و میدونست به این اجسام مردنی چجوری لذت ببخشه، به وسیله سکس،
به وسیله خنده، به وسیله محبت، به این جسم مردنی ما عقلت رو به کار بنداز، روحت رو به حرکت بیار که برات فکر بکنه. چطور کسی میتونه فکر بکنه؟ جایی که خود خدا زندگی میکنه، خدایی که لذتهای زمینی رو برای ما آفریده، لذتهایی که برای جسم فانی آفریده. چطور کسی میتونه تصور بکنه لذتهایی که در بهشت هست کمتر از اینجاست؟ لذتهایی در اونجا هست که سکس در برابرش مرگه. گفتم امروز با هدایت روح خدا باهاتون صحبت میکنم. لذتهایی که در بهشت هست در برابر لذتهایی که ما اینجا روی کره زمین میشناسیم، یا برعکس باید بگم، چیزهایی که روی کره زمین به عنوان لذت میشناسیم در برابر لذت بهشت مثل مرگه. اصلا به حساب نه. اینا لذت نیست، اینا یه چیز زودگذره که اکثرا هم شیطان ازش استفاده میکنه. برو صاحب زن همسایت بشو، برو شوهر همسایه رو فریب بده، برو مال اینو بدوز، برو اون یکی رو بکش، یا برو زودتر ازدواج بکن که بتونی سکس داشته باشی و لذت ببری. عیسی گفت در اونجا ازدواج وجود نداره. آیا به معنیه که لذت جسمانی وجود نداره که از سکس هم بالاتره؟ نه، گفت ازدواج وجود نداره در بهشت. چجوری؟ نمیدونم، وقتی رسیدم اونجا بهتون میگم، سعی میکنم بهتون بگم، ولی خدا آردی به همون گفته در کلامش. لذت‌هایی در بهشت هست، زیبایی‌هایی که در بهشت هست که شما روی کره زمین نمیتونی تصور بکنی. یارو 70 سال از سنش میگذره هنوز دنبال اینه که سر یکی رو کلا بذاره، یه مقدار بیشتر پول در بیاره، پس انداز بکنه. برای کی؟ برای کجا؟ برای کی؟ خب اگه خودم بمیرم برای بچه‌م میذارم، آره، ولی اگه از راه نادرست اون ثروت رو به دست آوردی، بچه‌ت خیلی راحت میره برات از بین میبره تو لذت‌های دنیوی، قمار، سکس، فحشا، مواد مخدر و غیره. عیسی گفت گنج خودتون رو، ثروت خودتون رو در جایی پنهان کنید که هیچ مور و ملخ و اون چیه که به لباس صدمه میزنه، در انجیل اسمشو برده الان یادم رفته، ماث بهش میگن به زبان انگلیسی، فارسیش یادم رفته، لباسا رو میخوره و از اینجور. به هر حال گفته ثروت خودتون رو، گنج خودتون رو در آسمان پس انداز بکنی. یکی میگه آقا اوکی باشه، من این کار، آدرس بانک آسمانی رو بده، من الان میرم اونجا، هرچی دارم میذارم تو حساب پس انداز. اوکی الان بده آدرس میدم. برو چند تا فقیر توی شهر خودت، در همسایگی خودت پیدا بکن، بهشون غذا بده، اجاره خونهشون رو بده، وسیله نقدیه ندارن براشون ماشین بخر اگر میتونی. ثروتت
پس انداز میشه اونجا صدها برابر بیشتر، صدها برابر بیشتر. برو به یک بیوه زن برس، نه به این وسیله که سیغش بکنی خرجشو بدی، اون با جند بازی فرق نداره. اوه آقا این حرفا یعنی چی؟ یه برنامه کامل راجع به جنده براتون اجرا کردم. جن یعنی روح پلید، جنده یعنی کسی که روح پلید میده. کسی که با جنده یکی میشه اون روح پلید رو ازش دریافت میکنه. جنده فحش نیست، روحه، و کسی که روح پلید رو میده. بنابراین از این تعارف با هم نداریم. گوش بدید به کلماتی که به عنوان فحش در خشم و ناراحتی از خودتون صادر میکنید و به همدیگه میگید. اینجا به عنوان تعلیم و بدون قصد فحش و اهانت تحویلتون دادم که بدونید چه معنی داره. اگه بری ثروتتو خرج جنده بکنی، در جهنم پسنداز کردی. اگر خرج یک مرد فقیر بکنی، مردی که واقعا فقیره، زنی که واقعا فقیره، عیسی مسیح گفت آنچه برای یکی از این کوچکان من بکنید، یکی از این فرزندان من بکنید، برای من کردید، برای مسیح کردید. بدون اجر نمی بودید، اجرتتون داده میشه صدها برابر بیشتر. میتونی بری به جایی کمک بکنی که کلام خدا رو انتشار میده، مثل کلیسا، مثل این تلویزیون، مثل رادیو، مثل به قول بعضیا کلیساهای خونگی، کلیساهای زیرزمینی. مردم تو مهمون خونهشون جمع میشن، کلیساهای زیرزمینی. کار نه، ثروتت رو میتونی از طریق کلیسا، تلویزیون، رادیو در بهشت پسنداز بکنی، یا از طریق مواد مخدر. آها، اونایی که فکر میکنید مجبورید مواد مخدر استفاده بکنید چون میترسید اونو ترک بکنید، حالا مواد مخدر باشه، اعتیاد به مشروب باشه، اعتیاد به دزدی باشه، اعتیاد به قمار باشه، این نوع اعتیادها پول شما رو در جهنم براتون پس انداز میکنه. هر چقدرم که تو فکر میکنی آدم خوبی هستی، ولی حتی اون معتاده خداوند با آغوش باز منتظرشه. اون جنده خداوند منتظرشه، اون قماربازه خداوند منتظرشه. برای همین برای تو این فرصت رو به وجود آورده که بتونی این واقعیت ها رو بشنوی الان، و در کلامش گفته الان وقت نجاته. و اینم براتون بگم، اول برنامه اشاره کردم بسیاری از خادمین خدا، حالا اون کسی که تو خونش جلسه دعا میذاره، جلسه مطالعه کتاب مقدس میذاره، اون کسی که تو کلیسا ممکنه کشیش باشه، اون کسی که
به مردم کمک میکنه، از اون طریق داره به خدا خدمت میکنه، به فقرا کمک میکنه. همه این نیکوکاران ممکنه در یک مقطع زمانی از زندگیشون به گناه کشیده بشن. آیا نجاتشون رو از دست میدن؟ برای اون مدتی که در گناه هستن، آره، بدبختی به سراغشون میاد. بدبختی به سراغشون میاد. بیپولی، حملات مالی، گرفتاری‌های مختلف. ولی خداوند با آغوش باز منتظره که به طرفش بیای، اعتراف بکنی که بله، این گناه ها رو کردم، رفتم با جنده هم خواب شدم، یا رفتم به دیگران جن دادم، قمار کردم، دزدی کردم، یا هزار گناه مختلف، هرچی که هست. اعتراف بکن. وقتی اعتراف میکنی و مسیح روح خدا رو به قلبت دعوت میکنی، اون پاکی و قدوسیت و نزدیکی خدا رو احساس میکنی بلافاصله. بخشش گناهانت رو احساس میکنی بلافاصله، حتی اگر الان از تخت زنا بلند شدی. حتی اگر از تخت صیغه بلند شدی، منظورم صیغه موقته، در هر مذهبی که میخوای باشی، صیغه از جانب خدا نیست. صیغه یعنی فحشای روحانی، یعنی جنده موقت، اون صیغه است. هر نوع سکس خارج از ازدواج دائم زناست، انجیل میگه. میخوای به عیسای انجیل ایمان بیاری؟ میخوای وقتی دیر یا زود از این جسم خاکیت جدا میشی و به طرف آسمون میری، فرشتگان خدا تو رو به بهشت ببرن؟ بهشت ابدی، نه بهشت 100 ساله، نه بهشت 5 ساله، 2 ساله یا 12 ساله در صورت اون بچه‌ای که براتون تعریف کردم. بهشت ابدی. تحمل بکن و باور کن. از من بشنو، زندگی بدون زنا سخت نیست، سرشار از شادی، برکت و عظمت. زندگی بدون دروغ و دزدی سخت نیست، زندگی بدون قمار و اعتیاد سخت نیست. پس اگر آماده هستی، اگر میخوای واقعا نجات پیدا بکنی، الان حتی اون کسانی که گفتم دارید خدمت میکنید ولی در خدمتتون گناه هست، من نمیدونم، کسی رو هم نمیشناسم که در خدمتش داره گناه میکنه، گمان نکنید، اول برنامه گفتم، گمان نکنید کشیشی اومده پیش من اعتراف کرده یا من مچ کسی رو گرفت، من به کار هیچ کس کاری ندارم، هیچ احدی. ظاهرن خیلی ها به کار من کار دارن، من به کسی کار ندارم. ولی حقیقت رو به زبون میارم برات. اگر خادم هستی و در ضمن خدمتت داری گناه میکنی، گمان نکن که زندگی همینیست که هست، بالاخره دعای توبه رو خوندم و نجات دارم. آره نجات داری، ولی گوش بده، تا موقعی که توبه نکنی و بر نگردی، لعنت و بدبختی زندگی تو رو ترک نمی کنه، گرفتاری های مختلف تو رو ترک نمی کنه.
الان وقت نجات برای همه، همه کسانی که دارید به این سخنان و کلام خدا گوش میدید. اگر آماده هستی که به عیسای انجیل ایمان بیاری، عیسایی که روی صلیب برای گناهان بشر جان داد و در روز سوم با قدرت روح خدا از قبر زنده بیرون اومد، الان این دعای ساده رو بعد از من تکرار بکن. به وسیله این دعا تو اعلام میکنی با صدای بلند که اگر کسی بغل دستت هست بشنوه، و اگرم نیست ارواح پلید بشنون و از خونت فرار کنن. با صدای بلند اینو تکرار بکن. به وسیله این صدای بلند رسماً داری اعلام میکنی که مسیحی شدی، رسماً از گناهان توبه میکنی، بر میگردی و روح خدا رو به زندگیت میاری، درهای برکت رو به روی زندگیت باز میکنی، ایمانت به خدا شروع میشه و همین الان اسم تو مطابق با انجیل در بهشت در دفتر حیات نوشته میشه. اگر آماده هستی تا چند لحظه دیگه این دعا رو میگم، بعد از من تکرار بکن. بگو ای خداوند، میدونم چه گناهکارم. در این لحظه به تمام گناهان خودم اعتراف میکنم. به من قدرت بده ای خداوند که برای همیشه از این گناهان خلاص بشم و دوری کنم. من ایمان دارم مطابق با کلامت که تو ای خداوند برای نجات بشریت روی صلیب جان دادی و در روز سوم با قدرت روح خدا از قبر زنده بیرون اومدی و قلب من وارد شو، گناهان منو ببخش و کنترل و رهبری زندگی منو از این لحظه به بعد به عهده بگیر. تو رو شکر میکنم ای خداوند و اینها رو به نام مقدس عیسی مسیح از تو میطلبم. آمین. اگر این دعای ساده رو بعد از من تکرار کردید عزیزان، مطابق با انجیل حتی فرشتگان خداوند، آزرها و اونهای دیگه که اسامیشون رو نمیدونیم، چرا جبرائیل، میکائیل و غیره در آسمان برای نجات تو یک نفر دارن شادی میکنن. با منم تماس بگیرید که در شادی شما سهیم باشم. کتاب مقدس رو به طور کامل از اولین سفر پیدایش تورات تا آخرین کلمه مکاشفه انجیل و عهد جدید میتونید روی وبسایت من بخونید به زبان فارسی و انگلیسی هم فکر میکنم داشته باشم، باید چک کنم یادم نیست. و روی وبسایت من تشریف برید kashishamid.com، دکمه انجیل رو یا فکر میکنم همون انجیل فارسی نوشته کلیک بکنید، تمام کتاب مقدس براتون باز میشه، هر قسمت چون میخواید میتونید بخونید یا پرینت بکنید، چاپ بکنید، بتونید به صورت کتاب داشته باشید. همچنین اگر دلتون میخواد با این تلویزیون با من هم دست بشید در خدمت به خداوند و از نظر مالی و دعا از این تلویزیون پشتیبانی بکنید، آدرس من زیر صفحه است، در نظر داشته باشید.
وقتی مردم از طریق این تلویزیون نجات پیدا میکنن، فقط من بهرش رو نمیبرم، بلکه یکایک که شما عزیزانی که با دعاهای خودتون یا پشتیبانی مالی خودتون این تلویزیون رو سر پا نگه داشتید که کلام خدا پیش بره. اگر دلتون میخواد از این تلویزیون پشتیبانی بکنید، آدرس این تلویزیون زیر صفحه هست، صندوق پستی 7001، شهر وودلند هیلز، کالیفرنیا 91365. یا میتونید روی وبسایت من همچنین آدرس اون دکمه دونیشن یا همیاری رو کلیک بکنید، صفحه پیپل براتون باز میشه، میتونید از طریق پیپل با ما همیاری بکنید، و یا بعد از برنامه میتونید به وسیله تلفن با من تماس بگیرید، همین تلفنی که زیر صفحه از خودم جواب میدم. اگر کارت اعتباری دارید، ویزا، مستر کارت، امریکن اکسپرس یا دیسکاور